بیانیه مشترک 1220 عضو شورای شهر در 270 شهر انگلستان در حمایت از قیام مردم ایران و طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی. ما در همبستگی با مردم ایران در کنار آنها برای یک جمهوری دموکراتیک با جدایی دین از دولت می‌ایستیم که در آن هیچ فردی به خاطر نسبت موروثی یا دین امتیازی بر دیگران نداشته باشد. شهرداران مناطق نیوهام و ساتن در لندن، شهرداران شهرهای لیورپول، دانکستر، برایتون هاف، همل همستد، هارت، تست ولی، واتفورد، آرت اند نورستان، بلفورد، کمپتون و معاونان شهرداران شفیلد و بلفاست در میان امضا کنندگان بیانیه هستند. رؤسای شورای شهرهای ادینبورو، لانکستر، هارتفوردشایر، اسکس، ساوث آکسفوردشایر، ساوث آیرشایر، آبردینشایر، هال سیتی، مایلتون کینز بیانیه مشترک را امضا کردند. هزار و دویست امضا کننده بیانیه اعضای شوراهای 270 شهر انگلستان هستند، از جمله منچستر، بریستول، گلاسکو، کمبریج، آکسفورد، ریچموند، برایتون، لانکستر، لانکشایر، لیدز، شفیلد، دانکستر، آبردین، لوتون، ساوثهمپتون، کنت، لینکلن، بلفاست، لیورپول، مناطق کنزینگتون و هارو در لندن. بیانیه مشترک 1220 عضو شورای شهر در 270 شهر انگلستان از خواست مردم ایران برای دستیابی به یک جمهوری دموکراتیک پشتیبانی و خاطر نشان می کند، مردم ایران در جریان قیام سراسری با شعارهای خود خواستار نفی همه اشکال دیکتاتوری، اعم از شاه مخلوع و استبداد مذهبی حاکم هستند و هر گونه ارتباط با هر یک از این دو دیکتاتوری را رد می کنند. اعضای شورای شهر و شهرداران انگلستان سرکوب معترضان در ایران را که به کشتار بیش از 750 تظاهر کننده و دستگیری بیش از 30,000 نفر منجر شد محکوم کردند و خواستار توقف فوری کشتار تظاهر کنندگان شدند. برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی، پرزیدنت شورای ملی مقاومت که از 2 دهه پیش اعلام شده، شامل همان ارزش‌هایی است که ما در کشورهای دموکراتیک از آن دفاع می‌کنیم. قیام شجاعانه مردم ایران ناشی از وضعیت انفجاری جامعه به خاطر سرکوب، فقر، تبعیض و فساد حکومتی از یک سو و بیش از 4 دهه مقاومت سازمان یافته سراسری از سوی دیگر است. تنها در تابستان 67 بیش از 30,000 زندانی سیاسی که اکثر آنها اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند با بربریت قتل عام شدند. امضا کنندگان بیانیه استمرار دخالت‌های استبداد مذهبی حاکم بر ایران در کشورهای منطقه و در اروپا و از جمله اقدامات تروریستی و سایبری این رژیم در آلبانی را محکوم می‌کنند. امضا کنندگان بیانیه از جامعه بین‌المللی می‌خواهند در تلاش مردم ایران برای تغییر در کنار آنها بایستد و گام‌های قاطعی علیه رژیم کنونی بردارد، از جمله قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سیاه و پاسخگو کردن سران این رژیم به خاطر جنایت‌هایشان علیه بشریت. بیانیه مشترک 1220 عضو شورای شهر در 270 شهر انگلستان. حمایت از مردم ایران در مبارزه برای یک جمهوری دموکراتیک با جدایی دین از دولت. از 8 ماه پیش ایران شاهد یک خیزش مردمی گسترده می باشد
که خواستار آزادی و دموکراسی است. بیش از 750 معترض کشته و 30,000 نفر دستگیر شدند. در حالی که هر تغییری باید از جانب مردم ایران و مقاومت آنها باشد، جامعه بین المللی مسئولیت خاص خود را دارد. ما در همبستگی با مردم ایران در کنار خواست آنها برای یک جمهوری دموکراتیک با جدایی دین از دولت می ایستیم که در آن هیچ فردی صرف نظر از دین یا نسبت موروثی هیچ امتیازی بر دیگران نداشته باشد. مردم ایران حول این ارزش‌های دموکراتیک متحد هستند. آنها با شعارهای خود روشن کردند که همه اشکال دیکتاتوری، اهم از شاه مخلوع یا استبداد مذهبی فعلی و هر گونه ارتباط با هر یک از این دو دیکتاتوری را رد می کنند. ما معتقدیم که این مردم ایران هستند که در مورد آینده خود تصمیم می گیرند. در این حال ما این واقعیت را به رسمیت می شناسیم که طی 4 دهه گذشته ائتلاف دموکراتیک شورای ملی مقاومت ایران تغییر دموکراتیک در ایران را پیگیری نموده و جهان به ویژه قانونگذاران کشورهای غربی را نسبت به خطرات این رژیم در زمینه اتمی، تروریسم و حقوق بشر آگاه کرده است. برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی، پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران که از 2 دهه پیش اعلام شده و شامل انتخابات آزاد، آزادی بیان و اجتماعات، لغو مجازات اعدام، برابری جنسیتی، جدایی دین از دولت، خودمختاری ملیت‌های ایران و ایران غیر اتمی می باشد، در بردارنده همان ارزش‌هایی است که ما در کشورهای دموکراتیک از آن دفاع می کنیم. قیام شجاعانه مردم ایران از یک سو ناشی از وضعیت انفجاری جامعه به خاطر سرکوب و فقر و تبعیض و فساد حکومتی و سوی دیگر ناشی از 4 دهه مقاومت سازمان یافته سراسری است. به طرز غم‌انگیزی تنها در تابستان 1988 بیش از 30,000 زندانی سیاسی که اکثریت عظیم آنها اعضای مجاهدین خلق بودند به طرز وحشیانه قتل عام شدند. ما استمرار مداخلات رژیم در منطقه و همچنین اروپا از جمله اقدامات تروریستی و سایبری در آلبانی را محکوم می‌کنیم. ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که در تلاش برای تغییر در کنار مردم ایران بایستد و گام‌های قاطعی علیه رژیم کنونی بردارد. این شامل قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سیاه و پاسخگویی مقامات رژیم برای جنایات علیه بشریت است.